بچه اگر این ویدیو بالای 3K ویو بخوره، من با همین شورتی که اینجا نشستم بالا میشم براتون برقصم تو ویدیو بعدی. سلام، پویا گودرزی هستم و اینجا چنل یوتیوب منه. خیلی خوش اومدی. یوتیوب بفهمه ناراحت میشه. مونیتایز شدن تو. نه، ما کارمند یوتیوبیم بچه. در خدمت دوتا از اساتید هستیم که همیشه پشتوانه ما بودن. چرا خفن؟ پویا امروز چه چالشی آوردی برامون؟ وای حامد، خیلی چالش باحالیه. کلی گشتم میدار. شاید باورت نشه روزنامه ها رو که امروز میخوندم. جدن بگذاریم سریع. آقا بسته دیگه، بگذاریم بریم سریع. آقا قرار امروز یه چالش جدید با بچه ها اجرا کنیم و اون چالش چیه؟ نمیدونم که. این چالش اینجوریه که نمیدونیم، برگه نوشتیم گذاشتیم جلومون، نمیدونیم. نه دقیقش چرا با مخاطبت راستگو نیستی؟ رو راست نیستی ببخش. خب قراره از هم یه سری سوال بپرسیم و هر شخصی اون دو نه حامد میشه توضیح بدی. ببینید دوستان، برای مثال میگم که شهر مورد علاقه من چیه؟ ببین این شهر مورد. مثال میزنم دوستان، ما میخوایم ببینیم رو این برگه ها رفیقش رو بهتر میشناسه. بله دقیقاً. تمام من همین. خواستم بازی رو برای توضیح بدم. رو این برگه بنده نوشتم پویا و میلاد، ایشون آقا پویا اسم من و میلاد رو نوشه، میلادم که خب اسم منم که اسم. یک سوال هر کس میپرسه به ترتیب. اون دو یعنی سه تامون باید اسم رو بنویسیم، جواب سوال رو بنویسیم، تطابق بدیم ببینیم که آیا این دو دوست با من یکی هست یا نه. ها؟ ما دو دوست با آقا میلاد یکی هست یا نه؟ بسیار عالی. من خنده برای چیه؟ حامد رو کات میکنم. اما وقتی میگی این دو دوست، بله فعل باید جمع باشه. هست یعنی چی؟ هستند یا نه؟ اینجا اومدی یه لحظه سب کن. اوه حالا فشاری شده. اینجا اومدید شما ویدیو بامزه ببینید یا ادبیات یاد بگیرید؟ تو رو قرآن کامنت بذارید. کامنت بذارید. من ممنونم. خواهش میکنم. چجوری دعوتتون کردی به شما رو از جهل در میارم. استغفر. اول از میلاد شروع کنیم. رنگ مورد علاقه. با جاریامون دوره هم نشستیم. رنگ مورد علاقه. من برای شما دو دوست عزیز رو نوشتم. اگر نمیخوای من نوشتم استوب استوب ننوشی من اتخاری. من نوشتم. بچه ها یه چیزی بگم، امروز خواهش میکنم با من یه خورده مراعات کن، امروز قلبم زود میشه. این جمله بود که میلاد قبل از برنامه گفت، یه ذره احساسی. پسر وقتی تو گردن تو حد داره اذیت نکن منو. بلند شید جفتتون برید بیرون از چنل. بلند شید جفتتون از چنل برید بیرون. یه واک پیدا کردم. مرسی گردن خودشم واک. تو از چنل برو بیرون. پاشو از چنل. گو خورد. میگم تو چنل رو. گو خورد. ببخشید. من میشینم. فهمیدید رفیق کیه؟ رفیق اینه. اونم که گفته بود من دلم میشکنه. میلاد واقعیت من ریدم فقط. من نمیتونم بیام دنبالت، شلوار پام نیست. فازی فازی سلام. عینکی شد شروع کردید برنامه رو. کی بود اینجا؟ کی بود اینجا؟ یه نفر شبیه تو. اسفید. اسفید کیه؟ جن. نمه جن داره خونه؟ آقا نشون بدی ویل کن مخاطب وایستده. چیه خب؟ من خودمونم ببینیم. من پویا رو نوشتم سبز، درسته؟ نه. چیه؟ قرمز. پویا قرمزه دیگه، پرسپولیسیه. چه خزی؟ چون پرسپولیسی قرمز؟ آره. مثلا من چون استقلالی هم آبی؟ آره دیگه، من آبی هم. خب حامد؟ آره سفید زنم حامد. خب من که چهتی دقیقا. من میدونستم ایشون قرمزه و ایشون هم میدونست من تو هم من آبیم. بله بابا من ابلهید. من 90 درصد لباسا مشکیه، چجوری میگید که آبی؟ راست میگه. من رو اصلا کی آبی تن من دیدید؟ من رو اصلا استقلال نمیشت. منم به ساده دیدید سوالو.
نه به نظر من پویا برنده این دست است. آبیه؟ جدی؟ خیلی اونجوری نیست بگم که بس این رنگ بدم میاد. نه اول دوستم ولی آبی و من میشم. اگه قرار باشه یه سفر بکنید توی کشور خودمون ایران، به کدوم شهر سفر میکنید؟ استوب نگاه نکن. شهر گفتیم. خب کلی نوشتم دیگه، حالا محدوده باید بنویسم من. شما کجا نوشتید؟ پویا یزد حامد مصاد. واقعا علکی نوشتم یزد، گفتم شاید دوست داری واسه جای تاریخی. من بله دقیقاً درسته. ماسال درسته. کلیت شمال رو دوست دارم ولی ماسال رو ترجیح میدم. من جفتتون رو نوشتم شمال. نه من حامد شمال، رامسر یا ماسال، میلاد آره. جنوب میخواستم بنویسم چیز. هرمز. دوست دارم هرمز. میخواستم بنویسم هرمز یعنی حقیقت. آره. هرمز من اردبیل هم دوست دارم. هرمز و مثلا ماسال گیلان مثلا یکی رو بخوام انتخاب کنم قطعا گیلانه چون گرم و دیمونم. آره هم بعد دقیقاً جنوب که نوشتم گفتم میلاد گرم هست. من شمال ولی نیستم. کجایی؟ مثلا هرمز رو دوست دارم، دسفول رو دوست دارم، بعد چیز کردستان رو دوست دارم. حیات خوبه، اون خوبه، این خوبه. بعد نه ببین الان فکر کن شما میخوای بری یک سال زندگی کنی. سخت. نه یک سال واسه چی؟ نه ببین سفر دوست... دارم میگم آقا یه لحظه صبر کن. یه لحظه سوالش نه توضیح داد جور دیگه. نه ببین یه لحظه داره شرایط سخت اجازه بده. منم دسفول رو دوست دارم، منم هرمز رو دوست دارم، مگه میشه دوست نداشت؟ یزدم دوست دارم اصلا. آره. بخوام کلیت ایران رو بگم واقعا فکر نمیکنم جای بعدم بیاد. الان شما سفر، شما یه سفر پیش من داری. خب من الان پویا ازت پرسیده حامد کجا میخوای بری، من قراره بفرستم. شما کجا؟ شما من گفتم حامد میخواد بره ماسال بیاد. آره اوکیه. آره. ولی من اگه قرار بود حامد منو یه سفر بفرسته میگفتم کردستان دستور بیبری چون ماسال رفت. باشه یا هرمز هر جور راحتی. نمیپذیرم واقعیت. حامد جان شما هی لج کرده دیگه. لج کرد منم مون لج باز آمد. حالا بعدم ویدیو ادیت میشه متوجه میشه. ماشین مورد علاقه چه کارهایی که نمی کنی؟ خارجی البته. ماشین خارجی؟ از داخل ایران شروع کنی؟ ماشین ها رو نمیدونم ولی میخواه از داخل ایران کلی بگو دیگه، برند بگو دیگه، برند بگو. هیچی هم ماشین نمیفهمم. برن یه 207 که میتونم. نه میدونم اون چی دوست داره، نمیدونم چیه. چک نشه بکش. توضیح میدم دیگه. توضیح بده. تو چی؟ تو رو اصلا نمیدونم. پویا. خب استوب. چی نوشتید؟ من پویا رو نوشتم بنز. کلی نوشتم. بنز دوست دارم. میلاد رو نوشتم جک. جک دوست داری بچه داری؟ چون پول ندارم. بفرد زودتر من رو صاحب کنی. ببین میلاد بذار یه چیزی بگم دوستان. ببینی من نه خب واقعا باید درست بنویسی دیگه. من چی دوست دارم؟ چه ماشینی دوست دارم؟ نمیدونم واقعا. حدس باید بزنی دیگه. حدس میگم بدون. ما بنز و بی ام و قطعا هممون همینیم دیگه. چه بنزی چه بی ام؟ نه دیگه گفتم کلی نه برند. نه خب من جی کلاس حتی نمیدونم چیه اون بنز مشکی. آخه ماشین خیلی همون جی کلاس گفتم. چیه؟ جی کلاس گفتم. من عاشق جی کلاس همونو گفتم دیگه. ماشین اصلا خیلی دایرش هم بازه. شما کهکشان میره یهو بگی مثلا مکلارن. من شما رو نوشتم لامبورگینی. آره به خیلی آخه دوره کاشتم نه خب چیزی که دوست داری داشته باشی میگم. آره من انتخاب کنم یه ماشین انتخاب کنم اون جیک چی؟ جیک کلاس. مثلا من لامبورگینی واقعا دوست ندارم. مفهم بدن میگیرم من هم دوست ندارم. من اونو واقعا من لامبور شاسی شو دوست دارم. آفرود من آفرود واقعا عاشقشم. من حامد نوشتم آفرود. من هایلوکس من حامد نوشتم ون مسافرتی یا آفرود میمیره برای این. آره واقعا من مسافرتی لند کروز برای من نوشتم. میلاد زدم لند کروز هم دوست دارم. نزدیکه اوکی چون یه شاسی سرحال دوست دارم. یه گنگ خوب دوسته.
خب میلاد جان شما ایده بره. ژانر فیلم مورد علاقه. منو همه میدون. منم تقریبا میتونید حد بزنید. استوب. 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 خب شما بفهم. از اول که گفت. بنده اینو میگیرم حالا بعد خطیشو ببخشید. پویا بر اساس واقعیت. درسته. کاملا واضحه. حامد و اول زن معمایی بد کردمش اکشن. بعد معمایی که واقعا دوست دارم. جفتشو دوست دارم. معمایی بعد. این دو تا کدومی؟ معمایی رو فکر میکنم معمایی؟ آره ممکنه اکشن معمایی آره. هم باشه ولی اکشن رو کمدی معمایی هم داریم آره یه جام داریم صحبت میکنیم. من حامد رو زدم اکشن معمایی جنایی مثلا اکشن جنایی آره. معمایی آره دیگه این دوتاش با یک جانر دیگه نه 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 دو جانر هم داریم توی مثلا من عاشقانه دوست ندارم من مثلا تو رو می‌نویسم ترسناک اکشن معمایی جنایی بر اساس واقعیه نه 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 سه تا گزینه نوشتی این شناخت نیست که این لا یکی شو خدا شو چی بازیه نه نه شما ممکنه بذارید من الان بهتون بگم شما یه فیلم بر اساس واقعیت ممکنه درام باشه ممکنه اکشن باشه زیر شاخشه بر اساس خب. واقعیت جان خب رسمی. من بر اساس واقعیت جنایی داریم من... مثلا جنایی ترساک ده اون اولیه جان رسلی تموم شد خیلی تاثیرگذار بود من الان من الان بر اساس واقعیت خب درام من... اصلا نمیبینم جنایی نه اکشن معمایی اکشن پس اول معمایی دوست اول معمایی میلاد رو زدم معمایی جنایی دارک معمایی جنایی هم بعد درسته یعنی معمایی پلیسی تور رو پلیسی تور درست زدم من پویا رو زدم بر اساس واقعیت آمریکای جنگ جهانی آفرین ریز شدم برای باریکه و شناخت درست هر چی زدی؟ جنایی جنایی درست اگر بخواید به یه شهر آسیای شرقی سفر کنید کجا میرید؟ آسیای شرقی ها کجا میشه؟ ژاپن و اندونزی آره چشم بادومی ها پویا من خیلی تو رو نمیشناسم چرا؟ میلاد همینه دیگه بیا بیشتر ما هم وقت بگذارم دستو بره میلاد میلاد میدونی که میلاد اونی که پیشونی تو میبوسه چشاش چپ بفرمایید بنده پویا رو نوشته توکیو درست جدی؟ درست بادی کلمه درست حامد نوشته پوکت من شما نوشته دیدم توکیو ولی تایلند اونجایی که آدم های مهربون داره پوکت یا پاتایا پاتایا خیلی مهربونه نه پس همون پوکت طبیعیش طبیعتش طبیعت اون آدمی که زیاد مهربون پوکت کامل درست نوشتی هر جای طبیعت زیبا داشته باشی من اوکی حامد زدم چین سر بلند شد مالزی مثلا من حامد زدم چین چین باحاله باحاله دوست دارم ولی طبیعت رو بیشتر ولی کثیف میلاد زدم تایلند منم میلاد تایلند زدم بچا شهرشو بگید بچای اوقش نه همون طبیعت دیگه پوکت دوست داری مالدیو کجاست آخ دنبال این بودم بنویسم اونم آسیای شرقیه مالدیو من مالزی هم شما من خط زدم توکیو سئول و اینا رو خط زدم آره مالزی هم دوست دارم مالدیو هم جذابه اینجا رو دوست دارم کلا دیگه شما غذای مورد علاقه ایرانی خب شما چی نوشتی من شما رو اول نوشتم خورش کرفس بعد نوشتم میرزا قاسمی آره خورش کرفس تاپه اصلا مورد یکشه اصلا من یه چی در مورد خورش کرفس بهتون بگم اگه 10 روز کرفس رو گرم کنه و روز 11 قرمه سبزی تازه بار بذارن که قشنگ 10 ساعت قول خورده من میگم کرفس رو دوباره گرم کنید من یعنی نسبتش کرفس که خیلی بدمزه است ولی خورشش رو دوست دارم یعنی اونی که مادرم درست میکنه شاید من بعدم نمیاد ولی آره من خیلی دوست دارم ولی تاپم که نیست میلادم چنجه دارم
نوشتم کشک بادمجون و مرغ سرخ شده، چون همیشه دعوا میکنه سر سرخ شده. خب قبل همون غذا رو باید مینوشتی زرش بلو، همون منظور همون بود دیگه. مرغ سرخ شده نه. من میلاد زدم قیمه و کباب، زرش بلو من زرش بلو منظورم بود. آره حامد زدم قرمه سبزی، کامل درست زدید. من حامد و قرمه سبزی نوشتم، پویا رو زدم چنجه. چنجه دوست دارم واقعا، چنجه سیر نمیشم. تاپ چنجه کسی هست دیگه. چرا آخه تاپه ولی تاپ دیگه. چنجه آخه تو خونه هی نمیشه درست. آره. من تو خونه را زدم، من بیشتر همون خونه منظورم بود. و یعنی من بیرون، حالا بعد جواب منم غلط نیست. آره آره نه نه جواب تو غلط نیست. من هر موقع بیرون میرم چنجه میخورم، واسه دوستانی که اگه میخوام منو دعوت کنه. شخصم داره بهت کامل میشه بی. ورزش مورد علاقه بابا من نمیشتیم. ورزش ببخشید، ورزش مورد علاقه برای رفتن خودتون یا تماشا کردن؟ برای اینکه خودتون رو انجام بدید. سوال یه خودم نمیتونم بریم یه نقطه هم نتوشه. از این برای خودتو میتونی بگی؟ آره برای خودم واقعا میتونم. من نوشتم برای تو، ولی نمیگم تو برمشی بشه. استوب از حدسی بریم جلو. حدسی بریم جلو. با حدس برو اصلا بریم. بشک میخاره. بریم. پویا رو زدم سوارکاری. حجنگ بود. حامد رو زدم والیبال. بهش فکرم نمی کنه. سوارکاری دوست دارم. چرا؟ سوارکاری خیلی سوارکاری کردم. حالا میدونه. حالا ورزشی که دوست داری انجام بدی چیه؟ ورزشی که دوست داری انجام. اولویتت سوارکاری که نیست. نه نه اولویت چیه؟ مریضی نه. نه این جای دیگر داریم، این جای دیگر داریم. نه نه اولویت واسه خودم دارم میگم، یه هزینه میخواد سوارکاری مثلا فاصلش با ما دوره. تو یک ورزشو اصلا فری میتونی انجام بدید. آها 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 فری. تنیس رو دوست داشتم. تنیس تنیس. تو چی؟ والیبال زدم. نه علاقه ندارم. نداری؟ اصلا علاقه نداری؟ چه بازی میکنم ولی ترجیح میدم همون زمین رو فوتبال بازی کنم. فوتبال. آره. یعنی ورزش مورد علاقه انتخاب فوتبال. بازم فوتبال. حامد و من زدم شنا فوتبال. آره جفتش دوست دارم. این دوتا رو ترجیح میده. میلاد تنیس من شاید برم یه دست دو دست بزنم، ولی مورد علاقه این که 20 شاری بخوام برم بازی کنم. من زدی تنیس. تو زدم تنیس. نه من شنا و سوارکاری تاپ منه. شنا تیراندازی چی؟ حالی میشه. شنا سوار کنی تیراندازی. میخندی چرا؟ توی یه سری کتاب هایی نوشته بده یادم. آره. نه ولی اول از همه شنا و سوار کنی. تیراندازی هم دوست دارم ولی خب. شنا چیزه دیگه. من پویا رو زدم فوتبال. ترو. یس. همین الان گفتی تنیس چجوری ترو؟ خب اینا رو هم دوست دارم. آقا من دوست دارم چیا دوست داری که یه دونه رو دیگه باید بگی دیگه. شنا پس رفیقم. میلاد زدم پیاده روی. ترو. خب شما میرفتی انقلاب دیگه تو علاقه داشتی میرفتی. وزنم زیاد بوده رفتم کم کنم دیگه، علاقه دارم. من چه میدونم این میگفتی بیا بریم خیلی حال میده بعد بریم استخر. من استخر باشگاه انقلاب نمیرفتم. چرا؟ خب خب چرا نمیشه شنا پیاده روی و استخر فالس. تو شناخته دست رفیق واضح‌ترین. نه اینا بوغه، این هم میگه بوغ تو این بوغ تایلند بوغ. آره من بوغ زدم تو چنل تو دارم. ممنونم از خب برو. خب چی؟ من نشونه گذاری میکنی چی؟ منطقه بر منه مالون به من. یه بادم بگی بالا دیگه بشه شروع بود. اگه یه شهر تو اروپا بخواید برید سفر، شهر یا کشور؟ شهر. این دفعه شهر تو اروپا. خب چون اروپا شهرهاشو کامل میشناسید دیگه، فوتبال زیاد دید. کدوم شهر رو انتخاب میکنید؟ اروپا. تو اروپا. اروپا. آره میلادو که فکر کنم اینجاست. حامد یه ذره سختشه سفر تو اروپا.
موندم کجا رو بنویسم. حامد سوال عجیبه، واقعا عجیبه، واقعا سوال سختی، ما رو به چالش کشید. میتونم یه بوق دیگه تو چنلتون بزنم؟ آره آره. من تو این زندگی که من حتی تصور نکردم کدوم شهر رو پای دوست دارم زیاد برم. بابا مگه میشه؟ ولی من برای خودت تصور نکردی؟ بلا بده، برای ما رو تصور کردی؟ نه. یه بوق هم پس من بزنم. یه چه سبید استوب بفرم. خب من حامد رو نوشتم میلان، پاریس، لندن. به خدای بدونه کجا. ببین میلان نمیگم بعدم میاد، ولی ترجیح میدم برم تورین به خاطر یوونتوس. اولا بین میلان و چیز یوونتوس. آره، ولی ایتالیا اگه بخوام برم میرم ونیز. یوونتوس دوست دارم. اسپانیا کجا بود؟ ایبیزا چی؟ اون یارو نمیدونم یه جاش بود گاووازی داره، اونجا دوست دارم برم. اتلتیک مادرید، روبرتو دونینیا طرفی با باشگاه شده اتلتیک مادرید. ولی پاریس، بله پاریس رو دوست دارم. خب میلاد رو نوشتم پاریس، لندن. جفتش هست. لندن رو به خاطر اینکه همیشه خونکه، یعنی ابریه بیشتر، همیشه خونکه. خاطر آب و هواش میگم، من خاطر چیز نمیشتم. نه به خاطر تو از جلوه. پاریس رو دوست دارم ببینم واقعا. پاریس آخه همه، ولی واقعا خودم مطلع نیستم کدوم شهر هستش که خیلی. من من موناکورم خیلی دوستم. خودم اونم خوشگله واقعا. آره واقعا موناکورو واقعا دوستم. من میلاد و ونیز نوشتم بخاطر اینکه یه ایتالیایی خیلی دوست داره بره اون سمتا. مرسی، چون ایتالیا رو میدونستم علاقه داره. مرسی. شما رو نوشتم پاریس. ونیز واقعا جای زیباییه. ممنونم. ولی موناکو که گفتی واقعا ان شاء الله هممون تو این جای ولاگ بگیریم. ان شاء الله. ان شاء الله یه ترکیه بریم الله فلان. من دیر شروع کردم یوتیوب. من نگم، من این توله سگم. آره. پتم من اینجا موناکو رو که تا هم تمام شده بشنم موناکو محفه شده بشنم مادرید. اول نوشتم مادرید بخاطر رئال مادرید. درسته، من نوشتم مادرید. تو رو نوشتم روم. روم هم دوست دارم. ایتالیا رو که خوبه. الحمدلله جای خوبی قراره بریم. بازیگر خانوم جوون مورد علاقه ایرانی؟ بله. جوون مرد علاقه. جوون مرد علاقه چه سر نسابه سر چی کنه و بالستی باشه با کمرمن میزنم. من یه اسم و فامیل نمیشتم، نمیدونم بازیگری چهاز مکانیک بود. شاید مکانیک بود. با چه میدونم؟ پویا جوونی مریم امیر جلالی خورش کردم برات درستی کنم. تو چنه؟ بلی نه اینو نوشتم به علاوه دو تا نوشتم. آقا بیا اینجا کجا میدونم؟ زن مشکوله دادش از یه دشک رضا پروانه اسمشو نمیدونستم چیه. من از این ساش بدم میام که من خوشم بیده برای بویا نوشته که خورده رفتم باش تو قیافه. برای میلاد نوشتم ساحل، اسمشو نمیدونسته. پردیس هی من همونو نوشتم. پردیس احمدیه. من نوشته پردیس هیدریه. گفتم ممکنه مکانیک باشه. اسمشو نمیدونسته. پردیس احمدیه رو نه، پردیس احمدیه جفتشونو واسه حامدینه فقط تو اون سن. لیلا اوتادی هم نوشتی؟ نه بابا. حامل لیلا اوتادی هم نوشتم. لیلا اوتادیه دیگه، میخوای بگی نه؟ آخه بین 20 تا 30 نیست. سنش الان جوونیه لیلا اوتادی. اوکی. ولی پردیس هیدریه هم هستم. نه هیدریه. اصل یعنی نفر یک اونه برات؟ نه فکر نکردم بهش. پردیس احمدیه خیلی هم جذاب و خوبه، ولی من بیشتر نقشاشو دوست دارم. آره همون دیگه. نقشی که بازی میکنه خیلی دختر باحالیه. آره.
خودش مثلا مثلا استایلی یا حالا خودشو که نمیشناسم ولی استایلی اینجوری بگم مثلا این اینجوریه. نه نه من واسه شما دوتا این نوشت. شما برای من چی نوشتید؟ من برای اینکه دوستان متوجه شن ترانه علی دوستی برای بنده برای خودم بود. آره راش جوانی آره راست گفته بود یادم نبود. بعدش هم بهنوش طباطبایی آخ اینم گفته بودی خیلی ساده بود. من رفتم تو مسخره بازی پویا رعنا آزادی ور آزادی ور فر نیست ور دیگه آزادی ور وره درسته؟ آره دوستان شما هم که لیلا اوتادی ولی سنش من گفتم سن جوانیشو آره اوکی خب میلا جان شمایی سوال پس همیتو میخلن بریم آی حیوان مورد علاقه حیوان مورد علاقه خودشون من واسه جلو میلاد نمیستم حامد من نمیستم من پویه نمیستم میلاد داره میلاد هم میخواست نمیستم پویه خوشش نیومد همینه دیگه طبیعیه. پس سوال جدی پرسیدم سوال جدی پرسید قرار معلوم نگاه میکنه روانشناسی داره پشتش ببینه اگه روانشناسی داری که پروانه دیگه حیوان مورد علاقه پویا پویا مار اینو تو گفتی بهش پویا مار حامد خرس بله درست حامد خرس جوابو بده خوب مار علاقه حیوان تو بگو کنکور میدیم سر جواب بیاریش تو بازی نمیخوام برم یه لحظه برای شفکار دارم حیوان مورد علاقتون رو بفرمایید. آقا مگه میشه شما استوری های منو میبینید اون نهنگی که از آب میاد بیرون ده بار من اصلا من عاشق دیدن اون تصویرم جزا زمین بارم نمیبینم. خب واله دیگه خط زدم اینجا نگاه کن وال تمساح نوشته برای پویا برای حامد من زدم خرس بله درسته میلادو زده بودم میلادو زده بودم قورباغه بعد یادم افتاد که گربه هم داشته گفتم گربه نه خیر تو چی نوشتی من یوش پلنگ نوشتم منظورم یوش پلنگه ولی شما آی کیو این دو تا رو ببینید طرف از اسب سواری خوشش میاد عاشق قورباغه است عاشق خره عاشق گربه آقا شما بچه یوشی باید از یوش پلنگ خوشت بیاد شما همش از یوز یوش میگی یوز نه پلنگ خب یوز پلنگ دیگه یوش پلنگ اسب حیوان مورد علاقه من اسب جدی به قول عاشق اسب عاشق اسب واقعا اسبی واقعا اسبی آجی خوشم نیومد. نهنگ دوست داری؟ از اسب تعجب میکنی؟ اصلا نهنگو میتونی ببینی مگه؟ چرا نه تو وقتی ما 5 دقیقه پیش 3 دقیقه پیش رفتیم ونیز، اسپانیا، پاریس، موناکو همه جا رفتیم. عقل آقا، عقل خیلی چیز مهمه. آره که تو نداری. حداقل رو شنای میگفتید ماهی دوست داره. کوسه دوست داره. کوسه. آخه من اسب سواری دوست دارم دیگه. اسب دلیل نمیشه. اسب سواری دلیل نمیشه. من ممکنه سوار خیلی‌ها بشم، دلیل نیست دوستشون داشته. من خودم سوار خرس نمیشم. حرف مهم میزنی. چی؟ شما سوار خیلی‌ها میشی اما دوستشون نداری. مثلا کمر تو، کمر ایشون. آره، ولی ما رو دوست, دوست نداری. ما رو دوست داری. ممکنه دوست نشه. الان منو دوست نه من مشکل داری با من. جایی که بری به حامد بگی. یا به خودم بگو. آقا جلو دل. مردم منو تحقیر به نظرم دوست نه حالا مشکل تو بابا من یه چیزی بگم کسی که پیشونی تو میبیزه چیه چشش چپ دوستان به نظر من اگه کسی دعوتتون کرد خونهش از رفیقاتون زشته برید تو اتاق با سنان یک ساعت تلفن صحبت کنید حالا
یا مثلا یکی دیگه کثافت کاری بکنه شما اونجا بیکار بشین. حالا این مهم نیست، مهم اینه که آدم میاد پیش رفیقاش زود نره. نره میتونی ساعت 3 صبح بره. نره داداش داری میخوابی، من رفتم خدافظ. آقا پیش هم بخوابن برای چی؟ من میگم رفیقی مگه میخوای کاری بکنی؟ من میگم نون بخره. این شورت چقدر نازه آقا. چیکار به شورت من چیکار به شورت من داری؟ چقدر شورت کوتاهیه آقا. میومد جردن، میومد جردن، میگفتیم بابا شلوالی تو در بیار، شلوارک بپوش. نه من سختم بابا، کاریت نداری. خود جردن زره جردن ایشو یاد نیست برمیگشت نمیموند. آقا من اینجا میایم کجا میخوای بری؟ سر کار ساعت 4 صبح میرفتن. این یعنی رفاقت؟ ببخشید مثلا سر فردا ساعت 9 میخواد بره باشگاه، 11 شب میخواد اینجا بره. ببخشید آخه من 4 شب خونه نه. برو ولش کن بذار بره، ولش کن بذار بره، جاشو من میگیرم. یه کاری میکنم مجبور شی پاشی ها تو. آره ببخشید ببخشید حضرت. آقا بازیگر خارجی مرد بین 20 تا 30؟ نه 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 بازیگر خارجی مرد. من حامد زدم دیکاپریو دوست دارم. ولی تام هاردی رو به نظرم الان میگم نفر اول. خب پس حامد اشتباه نوشت. میلاد زدم تام هاردی. بندیک نه بندیک تام هاردی خیلی دوست دارم ولی چیزه آل پاچینو. حالا پویا رو زدم بازیگر اینترستلر. اسمش رو یادم رفت. اینترستلر رو ندیدی؟ آها چرا کی بود اسمش؟ بازیگر فیلم جنتلمن. آره جنتلمن. اونم خیلی بازیگر باحالی. نه چیه؟ دیکاپریو. 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 حامد رو زدم جتلی. واقعا یه زمانی تو سشت شد. واقعا زمانه خونه حامد چی ببینی؟ یه سینه دیبا فقط اکسای جتلیه. حامد رزمی کار میکنی؟ نه حتی یادم رفته بود جتلی هم هست. جتلی من میلاد زد مونده پویا رو. پویا گفت نه منم گفتم برو میلاد زدم آل پاچینو. آخاری همین الان گفتی توماس شال. خب بعدش که تو گفتی آل پاچینو نویستم سری. ولی من تام هاردی اول تو رو نویسته بودم. تام هاردی بعد آل پاچینو و رابرت دنیرو تام هاردی. من ولی اول این دوتا رو دوست دارم. پویا رو زدم جانی دپ. درست. آقا چجوری درسته؟ دیکاپریو درست بود. دیکاپریو دوست دارم. جانی دپ داد توی اول. دیکاپریو گم شد. شما بین جانی دپ و دیکاپریو بودم انتخاب. من آل پاچینو رو انتخاب. یه رو بگم میخوام یه جوری بگم اینو. خب بریم سوال آخر شما بپرس. من برو آخری بفرمایید. اینو تو پرسیده بودی؟ بله. سوال آخر. منو نپرسیده. خیلی عمیق رفت رو فکر. حاجی. سوال آخر. بین رفیقای خودمون این 5 6 نفر کیو بیشتر از همه دوست دارید؟ دوست؟ بله. تو ایرانن یا نه؟ آره دیگه بله. نه رفیق اصلا همون نمیگه حالا واسه من داره خط میکشه داره مرزها را دیدید پل بزنید چی برگو هم. خب بفرم جفتتون منو دوست داری؟ من حامد زدم حسن. میلاد زدم حامد. درست درست. پویا رو زدم حامد. حامد رو زدم حسن. تنها سوالی که همه یه چک نمیشه واقعا تا این ویدیو مزین شد به هیچکی منو دوست نداشت. چرا دیگه
خیلی ممنونم که برنامه ما رو مشاهده کردین. من تو دوستت دارم. متشکرم. لایک کامنت. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. بچه اگر این ویدیو بالای 3K ویو بخوره من با همین شورتی که اینجا نشستم بالا میشم براتون برقصم تو ویدیو بعدی. خب علی اصغر زحمت بکش اینو بذار اول. چون دوتش خیلی اون سکایی که قراره بیان تا تایی این ویدیو رو ببینن لطف کن هنه هم اول ویدیو اینه. آقا یه خداحافظی کن بریم دیگه. ای بابا این که اسفیده که میلاد نیست، میلاد زرد بود ندن این هر با. ممنون که ویدیوی پویا رو تماشا کردید، امیدوارم که دوست داشته باشید. اگر تو جمعی نمیخوانتون نمونید. مرسی. من بگم اینجا دوستان، اول که مرسی که این ویدیو رو دیدید و لایک کردید ساب کردید، ولی اینها همه شوخی و قطعا ما همه همدیگر رو دوست میداریم و اینکه سعی کنید تو جمع رفیقاتون لوس نباشید. خدافظ. ممنونم از شما، متشکر. میبینم تو دوستتون دارم.